روز بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهخانپور هستم در این دوشنبه 13 تیر ماه 4 ژوئیه. این بحثی انحرافی است که توسط افراد ذی‌نفع مطرح می شود. واکنش سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه به سخنان محمود احمدی نژاد درباره قاچاق کالا از اسکله های نظامی. یک سوم تجارت رسمی ایران از طریق قاچاق صورت می گیرد. ارزش کالاهایی که از اسکله ها و مرزهای غیرقانونی وارد می شود معادل 20 میلیارد دلار است. گفته های عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. و قصد تیم احمدی نژاد برای خرید 4 فروند هلیکوپتر از روسیه برای تبلیغات انتخابات آتی مجلس و ریاست جمهوری. واکنش سایت جهان نیوز به افشاگری احمدی نژاد. برخورد با تخلفات پیچیده‌ای که منافع بی حد و حصر عده‌ای در آن است کار سختی است. این بخشی از صحبت‌های روز شنبه محمود احمدی نژاد است که تیان از ضرورت نظارت عمومی و مردمی سخن می‌گوید. طی 2 ماه گذشته جناح‌های اصولگرای حامی رهبر و مخالف دولت اتهامات گسترده‌ای را به نزدیکان احمدی نژاد در کابینه وارد کردند. در آخرین نمونه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر و حمید بقایی معاون رئیس جمهور در پروژه‌های شرکت سمگا، ساخت هتل در کیش، ساخت شهرک‌های گردشگری در بلاروس و واردات سیگار مالبرو مورد اتهام قرار گرفتند. منتقدان رئیس جمهور را که با وعده برخورد با مفسدان اقتصادی به قدرت رسید به موضع‌گیری متناقض متهم می‌کنند. تخلف از بنده، از خانواده بنده، از بستگان بنده، از هر کس واقعا تخلفی کرد طبق قانون رسیدگی بشه و برخورد بشه. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگه بخوام اونجا دست اندازی بکنم دیگه من باید وظایف قانونی خودم رو انجام بدم. این حتما به کشور آسیب خواهد زد. امیدوارم که بالاخره به خاطر متامع سیاسی ادامه ندن، اما نقطه‌ای که من ببینم دیگه میخواد آسیب جدی به کشور وارد بشه، خب موظفم کارها رو و مسائل رو با مردم در میان بگذارم و وظایف قانونی خودم رو انجام بدم. مال فلان سازمانه، مال فلان نهاده، مال فلان دستگاه. هر کسی یه جایی رو سوراخ کرده برای خودش میبره میاره. این غلطه. هیچ کس نباید مسئولیت داشته باشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. هیچ وزارتخونه ای حق نداره اسکله ای یا مرزی داشته باشه خارج از کنترل گمرک. ممکنه کالایی از پرداخت عوارض معاف باشه، اشکال نداره، معاف قانون هست، اما معنیش این نیستش که نباید ثبت بشه. هر جا کسانی برای خودشون حقوق فراقانونی قائل شدن اونجا شد نقطه فساد. احمدی نژاد در بخشی از سخنانش با اشاره به بازار 2 میلیارد دلاری سیگار در ایران گفت این بازار حتی برادران قاچاقچی ما را هم به طمع می اندازد. سخنانی که واکنش تند فرمانده سپاه، روزنامه کیهان و سایت جهان نیوز را در پی داشت. آیا این سخنان آغاز عمل به تهدیدی است که پیشتر عنوان شده بود؟ در این افشاگری ها چه کسی برنده و چه کسی بازنده خواهد بود؟ رهبر جمهوری اسلامی امروز در جمع فرماندهان سپاه هشدار داد هرچه ممکن است در فضای بحث های اختلافی ندمید. آیت الله خامنه‌ای با اشاره به اختلافات درون حکومتی گفت من با حرکت روشنگرانه، تبیین منطقی و مستدل در مقابل تفکر غلط مخالفتی ندارم، اما نباید این تفکر غلط را نیز تابلو کرد تا همه از آن مطلع شوند. می‌بینید الان همین اوضاعی که تو کشور هست متاسفانه، این علیه اون، اون علیه این، دستگاه‌های خارجی چه خوشحالی میکنن، تحلیل میگذارن روش، بله بینشون اختلاف افتاد، بله نابود شدن، از بین رفتن، آرزوهای خودشون رو هی مرتبا تکرار میکنن. خب این پیداست که این مسئله نقطه ضعف ماست، نباید بگذاریم این نقطه ضعف ادامه پیدا کند یا افزایش پیدا بکنه.
فساد اقتصادی و راندخاری در ایران با چه شیوه های انجام میگیرد و راندخاران چه کسانی هستند؟ در نظرسنجی فیسبوک افق تا این لحظه گزینه نخست این هست که فساد اقتصادی و راندخاری از طریق روابط مافیایی و به دست فرماندهان سپاه انجام میگیرد. دو گزینه بعدی همین است که از طریق همه راه‌های ممکن و همه ارکان رژیم چه راست و چه چپ و گزینه سوم هم از طریق بودجه‌سازی موازی و مخفی به دست نهاد رهبری. این نتایج نظرسنجی فیسبوک هست، افق فیسبوک هست. در تا این لحظه به این صفحه برید و در این بحث شرکت بکنید. سیاوش سعادتیان نگاهی فشرده دارد به موارد شاخص راندخاری و فساد مالی و اقتصادی در چند سال گذشته. محاکمه غلام حسین کرباسچی، شهردار تهران، به اتهام جرائم مالی و محکومیت وی به زندان. دستگاه‌های حکومتی خواستار شد. مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی. محکومیت شهرام جزایری، بازرگان جوان ایرانی، به 27 سال زندان به جرم فساد مالی. رئیس سازمان بازرسی کل کشور به برخی پرونده‌های مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی با نظر رهبری دیرتر رسیدگی می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه خبر داد تشکیل پرونده فساد مالی برای معاون اول رئیس جمهور. اقام بر سر پرونده تخلفات بقایی در دوره ریاست سازمان میراث فرهنگی. بازداشت ملکزاده، معاون مالی و اداری مستعفی وزارت خارجه، و محسن معماری، پسر دایی رئیس جمهوری، به اتهام فساد مالی. مهمان امشب افق خانم ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت، فعال سیاسی و پژوهشگر از طریق اسکایپ از آلمان با ما و شما هستند، و آقای دکتر جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس از پایتخت فرانسه با ما و شما هستند. درود به هر دوی شما. به افق خوش آمدید. هر دوی شما خانم وفا و آقای اسدی در طی سالهای گذشته به تفصیل درباره راندخاری و فساد نوشتید. اخیراً خانم وفا مطلبی از شما منتشر میشه با عنوان رادیوسکوپی پیکره فساد در نظام ولایت فقیه. توضیح بدید که در فساد اقتصادی و راندخاری در ایران چه شیوه هایی به کار گرفته میشه. خانم وفا با عرض سلام خدمت بینندگان محترم، جناب آقای دهخانپور، همچنین آقای اسدی. عرض کنم وقتی که یک نظام استبدادی، در واقع در هر نظام استبدادی از اونجا که استبداد ذاتاً فساد پروره، در هیچ مقطعی نمیشه اون نظام بدون بری باشه یا منزه باشه از راندخاری یا فساد اقتصادی. در نظام ولایت فقیه هم چون معالن اولیگارشی مافیایی حکومت کرده و میکنه، در مقاطع مختلف ما شاهد فساد در همه زمینه ها از جمله فساد اقتصادی هم هستیم. در دو دوره مشخص که در فیلمی هم که پخش کردید یک به یکش اشاره شد، در دو مقطع اونم به خاطر ویژگی قدرت که حذف طی پروسه حذف مخالف مخالفینه از درون نظام یک سری افشاگری علیه مخالفان مثلا کلیت نظام شده در درون نظام، و اون در واقع نوک کوه فسادی است که بیرون داده شده در مطبوعات علیه اون جرا. یکی در مقطع 1377 که دادگاه آقای کرباسچی بوده که در سال دوم دور اول ریاست جمهوری آقای خاتمی ایشون به عنوان شهردار وقت و مدیرانش محاکمه شدن. یکی هم در دوره کنونی که الان مفصلا باز شما گزارش رو دادید که اختلافی است بین اصولگرایان یا محافظه‌کاران در رأسشان آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران و آقای احمدی نژاد و نزدیکانش، که میبینیم سایت هایی از محافظه‌کارها مقداری از اسناد رو بیرون میدن که به اصطلاح نزدیکان آقای احمدی نژاد دچار به اصطلاح راندخاری هستن یا در فساد اقتصادی دست داشتن. اگر بخوایم افراد رو فعلا کنار بذاریم، توجهمون رو معطوف کنیم به شیوه های فساد و راندخاری، میبینیم سه روش عمده در طول حیات نظام
ولایت فقیه در راندخاری و فساد اقتصادی وجود دارن. یکی از آنها این است که اعضای مافیایی از رانت به صورت روابط تنگاتنگ شخصی استفاده میکنن. مکانیزم ها و مجاری دیگه مجاری قانونی نیست، بلکه روابط شخصی است. یکی رواج شدید رشا و ارتشاء و دیگری ایجاد حساب های دوبل و موازی که بدون هیچ گونه کنترل و نظارتی. و اما مجاری مختلفی هم برای راندخاری وجود داره، مثلا از تفاوت نرخ ارز یا از سود جستن از قیمت ارز دولتی و فروشش در بازار آزاد. مسئله دیگه استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها و بنیادهای دولتی است. همچنین استفاده از اشاره کردید روز میخوام صحبتتون قطع میکنم، این دو نرخی بودن ارز یا مثلا وام های بلا عوض دقیقاً چطوری در واقع این شیوه ها، آیا شیوه های جدیدی هستن یا این شیوه ها هم در حداقل دو سه دهه گذشته ادامه داشته، یا این پدیده جدیدی است شیوه ها تغییر کرده و اینها بیشتر الان مورد استفاده قرار میگیره؟ بله، تنوعش مسلما بیشتر شده. ان به اصطلاح همین شیوه ها به میزانی که گسترش پیدا میکنه، ارقامش هم گسترش پیدا میکنه، تنوع فرم هم پیدا میکنه. در مثالی که مثال بزنم اگه مقایسه بکنیم دوره آقای کرباسچی رو با دوره اکنون رو، میبینیم که مثلا در دادگاه آقای کرباسچی اقرار میکنه اون زمان که از عرض تخصیصی دوران ریاست مثلا مخصوص ریاست جمهوری اون زمان آقای رفسنجانی حدود یک دستگاه چاپی خریده بودن به قیمت 2,110,000 مارک و این رو با در قیمت بازار آزاد وقتی میفروشن یک سودی برابر با 200,000,000 تومان به حساب ویژه مدیران شهرداری واریز میشه. در الان که نگاه کنیم یک نمونه، چون فرصت نیست نمونه های مختلف رو توضیح داد، یک نمونه همین عملکرد بانک مرکزی است که یک شبه قیمت ارز دولتی رو حدود 120 تومان افزایش میده. خب جدا از این که از نظر اقتصادی این عمل کرد رو میشه نقد کرد که موضوع بحث الان نیست، مسئله این است که همین زمینه ایجاد میکنه برای راندخاری، به این معنا که کسانی که از تصمیم بانک مرکزی به موقع مطلع بودن، یعنی رانت در واقع چی هست، رانت یعنی استفاده و بهره برداری از مناسبات ساختار سیاسی برای پیشبرد مقاصد اقتصادی، اونهایی که از قبل اطلاع بودن در بازار ارزم فعال بودن، یک شبه صاحب ثروت‌های بادآورده شدن. همینجور که آقای نورا عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس هم اعلام کرده حدود 100 میلیارد تومان هفتگی به جیب مافیای اقتصادی میره. بله، برمیگردم به شما آقای اسدی. اگر بخواید تعریفی در واقع از راندخاری بدید، آیا اصلا راندخاری با فساد اقتصادی چه تفاوتی دارن، این رو محبت بفهمید روشن بکنید، و بعد در واقع اینکه شما شیوه ها رو چطور میبینید، آیا شما مشابهتی میبینید در همین شیوه هایی که خانم وفا اشاره کردن؟ بله، به اجازه بدید قبل از هر چیز درود بفرستم به هممیهنان و بگویم چقدر خوشحالم بار دیگر در محضرشون هستم. با تشکر از شما آقای دهقانپور که به من چنین فرصتی دادید و با درود به خانم وفا که همیشه از نوشته هاشون فراوون می آموزم. برای این که به پرسشتون پاسخ بدم، اجازه بدید از این شروع بکنم که علارغم این که رانتخاری و رانت بسیار مسئله نکوهیده و بدی است در اقتصاد و در اخلاق اجتماعی، اما رانت و فساد اقتصادی تفاوتی با هم دارند. شما در تمام کشورهای آزاد دنیا وقتی نگاه میکنید و مینگرید، فساد وجود دارد. متاسفانه فساد امریز انسانی، منسوب به انسان، و هر جا که انسان وجود داشته باشد، انسان خطاکار، انسان تمکار فساد میکند. خب این در همه کشورها هم هست، و آنچه که پیش از این برنامه صحبتش رو با شما داشتیم در مورد گزارش‌های بسیار متین و معتبر سازمان بین‌المللی ترانسپرنسی اینترنشنال، اون سازمان همین رشوه‌خواری فساد رو بررسی میکنه، یعنی یک پرسشنامه وسیعی به استادان دانشگاه، به صاحبان صنایع و به دست‌اندرکاران میفرستد. برای هر کشوری این سه طبقه هستند و اونها رو میخواد که ازشون پرسشنامه رو پر کنن. بر مبنای اون پرسشنامه سنجیده میشود درجه فساد، رشوه‌خواری زیر